واژه تصنیف یک واژه جدید برای نوعی از شعر هست که به جای بحور عروضی بیشتر توجهش به سیستم هجابندی و شماره هجا هاست و برخی از ابیاتش تکرار میشه. والنتین ژوکوفسکی در مورد تصنیف میگه که تصنیف نثر ساده ضربیه که در طبقات عامه جامعه رواج داره و بدون رعایت بحور عروضی ساخته میشه و روی اون یک موسیقی هم قرار میگیره. موسی خورنی و اندریماسه در تحقیقات خودشون از تصانیف دوران باستان یاد میکنند که باز در اونها وزن به جای ساختار عروضی به سیستم هجابندی تکیه میکنه. کریستینسن هم از تصنیف به عنوان نخستین نمونه های شعر پهلوی یاد میکنه و این تصانیف رو در دوره سامانیان بسیار رایج میدونه. همچنین یحیی آرینپور از تصنیف به عنوان کهن‌ترین نوع شعر پارسی نام میبره که در بین مردم رواج داشته و همین سیر حضور تصنیف در فرهنگ ایرانی از قدیم تا امروز نشون دهنده پایا بودن این نوع از شعر یا ترانه هست. اما حافظ و عبدالقادر مراغی در شعرهای خودشون از قول و غزل یاد میکنند. یا عبدالقادر مراغی از خوانندگانی که تصنیف میخواندند به متغزلان عجم یاد میکنه. بنابراین به نظر میرسه تصنیف نام جدیدی برای قول و غزل باشه، چیزی که در دوران قاجار هم در صفحه ها به عنوان کار و عمل یا کار و غزل ازش یاد شده. در تفاوتی که شاید بین کار و عمل و تصنیف بشه نامبرد اینه هست که معمولا تصنیف شعر از یک نفر و موسیقی هم از یک نفر هست. گاهی البته خب تصنیفی داریم که شعر از یک نفر و موسیقی از نفر دیگه است. کار و عمل بیشتر توسط خوانندگانی که ضربه خوانی می‌کردند اجرا می‌شد و به صورت بداهه اونها به خلق موسیقی می‌پرداختند و روی شعر دیگری موسیقی می‌ذاشتند و در آن و لحظه اجرا می‌کردند که نشان از هنرمندی اون خواننده و اجرا کننده داشت. اما تصنیف طبیعتاً ساختاری مستحکم‌تر و جدی‌تر داره و بیشتر روش کار شده، قبلا ساخته شده و بعدا به اجرا در اومده. قدیمی‌ترین تصنیف در دوران معاصر برمیگرده به 60 سال پیش از تولد شیدا که در جنوب ایران و در منطقه فارس بسیار رواج داشته و مضمون اون در مورد خیانتی است که به لطفعلی خان زند میشه و او مجبور به برکناری و اومدن آقامحمدخان قاجار به سلطنت هست. همچنین در 33 سالگی شیدا تصنیفی رواج داره در محدوده فارس، یعنی زادگاه علی‌اکبرخان شیدا، که در مورد شرح احضار فرهاد میرزا حاکم سختگیر فارس به تهران هست. تصانیفی که شیدا داره برخی از اونها خیلی عامه پسندانه تر و عامیانه تره و برخی که بیشتر برمیگرده به دوران حضور او در خانقاه فرم جدی‌تر، اما باز زیبایی شناسی اون باعث شده که در بین مردم هم بسیار رواج پیدا کنه، اما ساختار جدی‌تری داره. تصنیف در اصل یک فرم ایرانی به حساب میاد که به طور کلی به فرمی از آهنگسازی اطلاق میشه که درش شعر به کار رفته باشه و یک ضربی همراه با شعر. این فرم دو حالت داره، یا شعر و موسیقی از یک نفره، یعنی ملودی هم توسط شاعر ساخته شده، یا اینکه آهنگساز از شعر دیگری برای ساختن استفاده میکنه. و تصنیف معمولاً حال و هوای عاشقانه، عرفانی، در بعضی حالتها میهنی و اجتماعی داره. یک سری از تصنیف‌ها هستن که حالت عامه پسندانه داره و ممکنه از شعرهای خیلی سطح پایین‌تر یا کوچه بازاری‌تر درشون استفاده شده باشه. اما واژه تصنیف به مفهوم افسانه سرایی هم معنی با بالاد هست که از تصنیف‌های انگلیسی و ایرلندی در اواخر قرن وسطا می‌تونیم ازشون نام ببریم تا قرن 19 در کل اروپا و بعدها در آمریکا و استرالیا و شمال آفریقا که یک قالب منظوم یا شاعرانه و روایتگونه داره و در ادبیات جهان مرسوم است. در قرن 18 هم در ایران این ساخت اشعار و تصانیف بزمی رایج میشه. در انتهای قرن 19 هم تصنیف در از قالبی برای اشعار و ترانه‌های عاشقانه عامه پسند میشه و در حال حاضر به هر نوع شعر و آهنگی که در فضای عاشقانه یا عرفانی باشه در موسیقی عامه پسند و راک میتونیم تصنیف بگیم. در ایران علی‌اکبر شیدا و عارف بعد از دوره احیا به نوعی پیشگامان صنعت تصنیف سازی در ایران هستند و بعدها امیر جاهد به اینها اضافه میشه. ژوکوفسکی که شخصشناس بسیار معروف روسی هست از تصنیف به عنوان یک نثر ساده ضربی یاد میکنه که برخلاف شعر که بیشتر مربوط به طبقه خاصه بوده نزد عوام رایج بوده و از هجابندی بر اساس ملودی و آهنگ تبعیت میکرده و زیاد درگیر اوزان عروضی نمیشد. موسی خورنی و اندریماسه از تصانیف ایران در دوران باستان یاد میکنن که به جای ساختار عروضی باز از سیستم هجابندی تبعیت میکرده. کریستینسن هم در تاریخ پادشاهان کیانی این تصنیف ها رو نمونه ای از اولین شعرهای زبان پهلوی میدونه که در عهد سامانی این تصانیف بازخوانی میشدن به صورت سرودها و تصانیف مردمی. یحیی آرینپور نتیجه گیری میکنه که تصنیف کهن‌ترین شعر پارسی و از قدیم تا امروز این سلسله ارتباطی حفظ شده و پیوستگی سیر تصنیف سرایی در ایران در بین مردم رایج بود. حافظ و عبدالقادر مراغی نیز از تصنیف با عنوان قول و غزل یاد میکنند که این قول و غزل در دوره قاجار کار و عمل هم گفته میشد و تصنیف هایی که به صورت ضربی و به صورت بداهه ارائه میشد توسط یک خواننده یا یک زرنواز که تصنیف خون هم بوده. همچنین عبدالقادر مراغی به این کسانی که خوانندگانی که قول و غزل میخوندن متغزلان عجم میگه. برابر این احساس میشه نام تصنیف یک نام جدید برای این فرم آهنگسازی و موسیقی هست که در اصل بر اساس هجابندی شکل میگیره. برخی از قسمت های شعر یا مصرع ها تکرار میشه به صورت ترجیبا. از قدیمی ترین تصانیفی که بیشتر ازشون اطلاعات داریم یکی برمیگرده به 60 سال قبل از شیدا، تصنیفی بوده در روایت خیانت به لطفعلی خان زند و به حکومت رسیدن آقامحمدخان قاجار. یا در 33 سالگی شیدا تصنیفی رایج بوده در فارس که حاکم فارس که حاکم سختگیری بوده به نام فرهاد میرزا رو به تهران فرا میخونه و احضارش میکنه. همزمان با شیدا یا کمی قبل از اون تصنیفی هست به نام ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، شعرش از خیالی بخارایی هست و در اون دوره بسیار رایج بوده. همچنین خسرو خوبان از عراقی یا بار فراق دوستان، شعرش از سعدی، چهره به چهره از قرةالعین، تمنای وصال از خیالی بخارایی و شیخ بهایی و همچنین تو مگر ماه نیکورویانی که شاعرش تقریبا میشه گفت نامشخصه. قبل از دوره عارف و حتی کم قبلتر از شیدا تصنیف بسیار مردمی شده بود و خیلی شاید تنزل پیدا کرده بود. حتی عارف میگه که قبل از اینکه من اشعار میهنی بگم و تصنیف‌های میهنی بسازم و در سیستم تصنیف در ایران کودکانه یا خیلی عامه پسندانه شده بود که حتی برای مثلا گربه شاه هم تصنیف ساخته بودن و میخوندن، یا یه سری تصنیف‌ها که توش از اشعاری استفاده شد که کلمات هجو درش به کار میرفت. سیستم تصنیف سرای عارف سیستم خیلی جالبی هست، تجربه شعر و موسیقیش بسیار قابل توجهه. دو نگاه در بررسی آثار عارف وجود داره. یه نگاه این که معتقد شعر رو فدای موسیقی میکرد، نگاه دیگه وقتی میگه که چون شعر و موسیقی هر دو از عارف بوده مطمئناً عارف تسلط زیادی داشته و به عنوان یک سبک این تلفیق شعر و موسیقیش رو میشناسن و جاهایی که به نظر میرسه شعر فدای موسیقی شده این رو از خلاقیت‌های عارف میدونن. ژوکوفسکی همچنین از تصنیفی یاد میکنه به نام سوریجان با ترجیبند در خم زلفت دل شیدا شکست که در اصفهان رایج بوده و این تصنیف حالت عاشقانه داشته و البته گریزی هم بر اتفاقات تاریخی که نشون دهنده این است که تقریبا شیدا در 40 سالگی در بین مردم کاملا شناخته شده بوده و تصانیفش خونده می شده و در دل مردم و ذهن مردم وجود داشت.